صهیونیست‌ها به نظر من اینجا یه خطای راهبردی که در جنایت دمشق کردن این است، این بود که یک مشروعیت برای در واقع آزمون جدی توانمندی نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو فراهم کردن. یعنی اگر اونها این کار رو نمی کردن این شرایط فراهم نمی شد و این خطای راهبردیشون رو قاعدتا اگر عقلانیتی در رژیم صهیونیستی باشه نباید با یک خطای دیگه تکرار بکنن، چون تکرار خطای دیگه قاعدتا این انتظار رو باید داشته باشند که ضربه‌ای سخت‌تر، سریع‌تر و فوری‌تر. این بار صهیونیست ها باید بدونند که 12 روز مهلت نخواهند داشت. در واقع پاسخی که دریافت میکنند مقیاس و سنجشش روز یا ساعت نخواهد بود، بلکه ثانیه خواهد بود. و این اقتداری است که جمهوری اسلامی ایران الان به اون رسیده. جمهوری اسلامی ایران وقتی که تصمیم گرفت که برای صیانت از منافع ملی و امنیت ملیش صهیونیست ها رو ادب بکنه، برنامه برای شیطنت های بعدی اونها هم داشت. لذا فضا سازی اونها برای این که در این زمینه که ممکنه شیطنتشون تو عرصه های دیگه ادامه پیدا بکنه، اینو باید بدونند که وقتی که صهیونیست ها به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق که در حکم خاک ایران هست یک همچنین خطایی رو مرتکب میشن، یک پاسخ دندان شکن دریافت میکنند، اگر در واقع به سرزمین ایران بخوان چشم بد داشته باشن قاعدتا پاسخ بسیار سهمگین‌تر رو دریافت خواهند.